سلام سهشنبه ده فروردین 95 29 مارچ 2016 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه رئیس اتحادیه سنف مواد غذایی عنوان کرده که دست مزده تعیین شده برای سال 95 پاسخگوی زندگی کارگران نیست و با سختی معیشت رو میگذرونند و بسیاری از اونها دست به مشاغل دوم و سوم میزنند اگر بتوانند که چنین شغلهایی رو به دست بیارند 812 هزار تومان حداقل دست مزده پیش بینی شده برای سال 95 هست که با خط فقر 3.5 میلیون تومان در ما برای یک خانوار چهار نفره فاصله زیادی داریم کمپینی به نام کمپین معیشت و فریاد گرسنگان حول نامه خطاب به آقای روحانی دیدم در شبکه های اجتماعی در جریان امضا جمعآوری داره میشه در سطح کشور برای خطاب فرستادن نامه به آقای روحانی که چون این حد اقل دست مزدی کافی نیست و صندوق بیکاری کارآمدی باید برای کارگرها درست بشه از مشاغل موجود برای اینکه از دست نره دولت حمایت بکنه و صندوق پشتیبانی از تولید درست بکنه و فعالین سنفی کارگری معلمی و سایر سنوف رو آزاد بکنه با فشار دولت تا بتونند تشکل های مستقل درست کنند و از حقوق مزد بگیران پشتیبانی بکنند نکته مهم و جالب این کمپین این است که به دولت پیشنهاد کردند که حالا که مجلس در اختیار دولت هست در توجه به انتخابات اخیر و چیزی که آقای روحانی گفته نگه دولت که در کشور پول نیست برای انجام این کارها چون بیش از یک هزار میلیارد دلار یا سه هزار تریلیون تومان سرمایه ای است که در اختیار نهادهای بیت رهبری سپاه و سایر مراکز راندخوری کشور قرار داره و پیشنهاد کردند که با طرح لایحه قانونی دولت این مراکز رو در اختیار بگیره و به عنوان پشتوانه حمایت از کارگران و مشاغل موجود به کار بگیره و به مصرف به بر حال چالش اشتغال دستمزد و تأمین زندگی مهمترین چالشی است که پیش روی دولت قرار داره و امروزه تبدیل به مهمترین دغدغه تمام اقشار ضعیف و حقوق بگیران ثابت کشور شده اما وزیر بهداشت خبر داده از اینکه آقای روحانی او رو موظف کرده که از حال محصورین دائما خبر بگیره وضعیت درمانی اونها رو شخصا پیگیری کنه و گزارشش رو به آقای روحانی هم ارائه کنه رئیس پلیس راهور هم اعلام کرده از 25 اسفند ماه تا دیروز نهم فروردین بیش از 300 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند که از ساعتی یک نفر کشته هم فراتر رفته علی باغرزاده سرپرست نهزت سواد آموزی هم عنوان کرده که بیش از یک میلیون و 300 هزار بی سواد مطلق در کشور وجود داره قبلا اعلام شده بود که جمعیت بی سوادان و کم سوادان کشور به 9 میلیون نفر میرسه موضوع دوم اینکه سایت پایش خبر داده از اینکه آقای امینی آیت الله امینی پیشنهاد آقای رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان کاندیداتوری برای ریاست مجلس خبرگان رو رد کرده گفته میشه که این سایت گفته اصولگراها دنبال این هستند که آقای جنتی رو رئیس مجلس خبرگان بکنند و جایگزین ایشون اگر نشود آقای موحدی کرمانی است رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور هم سراحتا عنوان کرده که در موضوع ابطال آراء خانم مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان با شورای نگهبان گفته وزارت کشور اختلاف داره و سوالی هم هست از وزارت کشور پرسش بشه چون از شورای نگهبان پرسش بشه چون وزارت کشور قبول نداره این رد رو و مسئولیتی هم نداره موضوع سوم اینکه کویت شهروندان لبنانی وابسته به حزب الله لبنان رو اخراج کرده بعد از تروریستی خواندن سازمان حزب الله لبنان توسط عربستان و تایید اون توسط بسیاری از کشورهای عربی موجی از اخراج شیعیان لبنانی که احیانا وابستگی به حزب الله لبنان دارند در کشورهای عربی به خصوص کشورهای هاشی خلیج فارس دراخ افتاد آقای عادل جوبر وزیر خارجه عربستان هم به نوعی پاسخ آقای روحانی رو که در پاکستان گفته بود ایران در صد دشمنی با سعودی ها نیست و دنبال تنش زدایی است داده و گفته که عربستان برای عادی کردن روابط به خواهان این نیست که ایران دست از صدور انقلاب برداره قبلا هم عربستان این حرف رو زده بود و خواستار این است که ایران در کشورهای عربی دخالتی نکنه ریانوستی روسیه هم خبر داده از اینکه آقای برنان رئیس سی آی امریکا به مسکو رفته تا در موضوع برکناری اسد با روسها مذاکره بکنه اما در سوی دیگه آقای عزیز جعفری در لنگرود طی سخنرانی عنوان کرده که پس از پیروزی ارتش سوریه در پالمیرا روسیه با مقاومت اسمی که آقایون میذارن در دفاع از رژیم خونریزه اسد هماهنگ و اه اوزا قرار نداره که جدا بشه شاید بشه گفت به نوعی آقای عزیز جعفری دلداری میده به خودش و دیگران که روسیه گویی با آمریکا هماهنگ نیست و با ایران یا دولت اسد هماهنگ به هر حال آقای عزیز جعفری عنوان کرده که اوزا در سوریه یمن و عراق بسیار خوبه و به نفع جمهوری اسلامی پیش میره این از همون قبیل است که دعوای بین ایران و عربستان رو تشدید میکنه رئیس آژانس امنیت ملی امریکا هم که رئیس بخش سایبری ارتش امریکا هم هست به اسرائیل سفر کرده تا در خصوص حملات سایبری از سوی ایران حزب الله لبنان و بخشی هم حماس و سایر عملیات سایبری و دفاع سایبری با اسرائیلی ها همکاری و همراهی بکنند دیروز اعلام کرد اف امریکا که به کمک یک شرکت اسرائیلی توانستند قفل آیفون دو تروریستی که کشته شدن در امریکا رو بشکنند و بنابراین به شرکت اپل دیگه نیازی ندارند و طرح دعوا در دادگاه علیه شرکت اپل رو هم متوقف کردند اما موضوع آخر اینکه جناب فیدل کاسترو در 89 سالگی هم هنوز دست از سر ملت کوبا بر نمی داره در مقاله‌ای که در تمام روزنامه های دولتی کوبا به چاپ رسیده هم از عملکرد کمونیست ها دفاع کرده هم به آقای اوباما حمله کرده و گفته ما از امپراتوری چیزی نمی خواهیم حرفای آقای کاسرو بیش از هر چیز آدم رو به یاد نوع حرف زدن آقای خامنه‌ای ای میاندازه. جناب حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه هم که این روزها راجع به همه چیز اظهار نظر میکنه از خودروسازی تا صنعت از کشاورزی تا هنر و دانش و هر چیزی مسابقه دنکی شد بودن با کره شمالی رو به نظرم ایشون برنده شد و به خط پایان رسوند ایشون عنوان کردند که مدتی است رزمایش های موشکیم رو رسانه نکردیم آمریکا پررو شده اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی